جدن دوست عزیز تلن شب قشنگی رو برای نمایش دادن دماغش انتخاب کرده. تلن بهترین دوست منه. امیدوارم قیافش مثل کرگدن شده باشه. تو این طوفان هیچ جهنمی رو نمیشدی. الان دیگه میرسی. جراحی پلاستیک. چرا عوض این که باز ما رو به یکی دیگه از اون پارتی های احمقانش دعوت کنه یه عکس جدیدشو برات نفرستاده؟ نمیخواد بگه که ترجیح میدادی امشب و تو خونه بگذرونی. به نظر تو ما تو خونه تو لذت و خوشی غلط میزنیم؟ لذت و خوشی عزیزم، نکته ای رو که گفتی هر دومون باهاش موافقیم. به هر حال مهمونی رفتن توی همچین شبی یه چیز مهمی رو ثابت میکنه، ثابت میکنه که هر دومون دیوونه ایم. تنها حرفی که تو زدی این بود که دلت نمیخواد از خونه بیای بیرون. تو رو خدا خندم ننداز. البته که من این حرف زدم، ولی به کی؟ جاده خیلی لرزنده است. مواظب باشم این دفعه دیگه نمیخوام اونو بگم. کی تو بازیه؟ کارگاه؟ من از بازیه دست جمعی خوشم نمیاد خانم الفارس. شما به غیر از یه پارتی خراب کن آدم خیلی خوشگرم هستیم. و شما دکتر؟ احضار روح یا کارهای شبیه اون ممکنه به اعصاب صدمه برسونه. اونم حتما یکی از مهمونای هلنه. مهموناش همشون در یک کاری معروف و متخصص هستن. زخم زبون زدن به دوستای من فایده ای نداره عزیزم. من به این حرف اهمیتی نمیدم. این کابوس لعنتی کی تموم میشه؟ چیزی نمونده هوا روشن بشه، دیگه خطری برامون نیست. اون چیه که یه آدم رو وادار میکنه دست به قتل بزنه؟ بله، چی فارستو مجبور با آدم کشی و بعد کشتن خودش کرد؟ میدونی دکتر، یک فکر که منو راحت نمیزنه. اون روح وارد بدن فارست شد و وادارش کرد کارهای برخلاف میلش انجام بده. به نظر من گذشته و حال با هم مخلوط میشه و همیشه جوابشو، بله جواب این معما رو باید در آینده پیدا کرد. هنوز خیلی چیزا هست که ما نمیتونیم اونا رو کاملا درک کنیم.